عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز. خیر مقدم میگم به دوستانی که به ما پیوستن امروز در برنامه جنگ فرهنگی. من علی صقر هستم، عضو هیئت مدیره کانون فرهنگ ایرانیان سن دیگو و مسئولیت این برنامه جنگ فرهنگی فعلا به عهده بنده است. این برنامه جنگ فرهنگی آوریل ماست و ما هر ماه در سومین جمعه ما برنامه جنگ فرهنگی داریم که در زمینه‌های مختلف از هنرمندان، نویسندگان، شاعران، صاحب نظران دعوت می‌کنیم که پای صحبتشون بشینیم و بعد به پرسش و پاسخ به صلاح ادامه میدیم و معمولا سعی میکنیم یک ساعت خورده بیشتر نشه، چون میدونم همه دوستان انقدر با زوم کار میکنن که دیگه اگه مثل ما زوم دونشون در نیامده هنوز جای شکرش باقیه. این یکی از برنامه‌های کانون هست، همونجور که عرض کردم در سومین جمعه هر ماه برگزار میشه و قبل از کرونا ما در مرکز ایرانیان که اینجا دوستانی که در سن دیگو هستن اطلاع دارن، یه مرکز ایرانیان داریم که در اونجا جمع میشدیم و برنامه تقریبا دو ساعت و نیم بود که دو سه قسمت میشد و احیانا موسیقی هم اجرا میشد، ولی از وقتی که گرفتار کرونا شدیم به زوم پیوستیم و از این طریق برنامه تقریبا یک ساعت هست و یک هنرمند یک استاد رو فقط فرصت داریم که پای صحبتشون بشینیم. اجازه بدین قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم برنامه‌های آینده کانون رو حضورتون اعلام بکنم. این برنامه همونجور که میدین بازم به طریق به اصطلاح ویرچوال خواهد بود و زوم. برنامه مختلفی داریم در طول ماه غیر از برنامه جون که امشب هستش. چهارشنبه آینده 21 آوریل ساعت 6:30 بعد از ظهر برنامه شب شعر هست به اسم شعر و شب‌های قرنطینه. این که هم برنامه ماهانه است، اونم از طریق زوم هست. در شنبه 24 آوریل میز گردی داریم با همکاری کانون فرهنگ ایرانیان آتلانتا و سازمان رپ که هست Racism Awareness Project. این برنامه به انگلیسی هست. این میز گرد تایتل صحبت Immigrants Rights and Racial Justice هست Past and Present. کسانی که در این پنل شرکت میکنن خانم آزاده شهشهانی، خانم شقایق هنسن و هوشیار افسر هستن. این برنامه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ما خواهد بود روز 24 آوریل. پنجشنبه 27 آوریل برنامه فیلم و گفتگو داریم ساعت 7:30 بعد از ظهر. فیلمی که این بار بررسی میکنیم یه مینی سری هست که به اسم آن ارتداکس که 4 قسمت فکر میکنم مهمان برنامه که به هر حال پای صحبتشون میشینیم در این بررسی فیلم آقای پال دیوید هالم هستن که ایشون سناریست و اکتور هستن و مقیم سن دیگو. در ضمن به اطلاعاتون برسونم که نشست سالیانه و انتخابات کانون هم در هفته اول جون برگزار میشه. دوستانی که مایلن میتونن با ایمیل با ما تماس بگیرن. ایمیل کانون هست pcc@pccsd.org. وبسایتمون هم هست pccsd.org. تمام برنامه‌های ما رو در اونجا میتونید شما ببینید و در به اصطلاح در تماس مستقیم با ما باشید. و اما برنامه امشب مهمان بسیار عزیزی داریم که من افتخار شاگردیشون رو دارم و مدت ها بود ما چندین سال سعی میکردیم ایشون رو بکشونیمش پای یک صحبت جنگی و بالاخره موفق شدیم و خیلی خوشحالم. افتخار میکنم که مهمان امشبمون آقای حسین مرتضاییان آبکنار هستن. یه معرفی نامه کوتاهی من ازشون میخونم، بعد پای صحبتشون میشینیم. در پایان برنامه فرصت برای پرسش و پاسخ خواهیم داشت. حسین مرتضاییان آبکنار متولد 1345 تهران، فارغ التحصیل رشته هنرهای دراماتیک از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران. تا کنون 2 مجموعه داستان به نام های کنسرت تارهای ممنوعه 1378 و عطر فرانسوی 1382 چاپ کردند. یک رمان هم به نام عقرب روی پله‌های راهان اندیمشق 1385 است که این رمان برنده یک سری جوایز خیلی مهمی شده، از جمله جایزه کتاب سال، جایزه بنیاد گلشیری، مهرگان ادب، جایزه ادبی واب. و اما متاسفانه بعد از اینکه چاپ سومش در اومد، به خاطر اینکه موضع ضد جنگی داره این داستان، متاسفانه جمع شد و الان توقیف است در ایران. این رمان هرچند تاکنون به زبانهای فرانسه، آلمانی، کردی، چینی، عربی و چک ترجمه شده، ترجمه انگلیسی اون هم به زودی در اختیار خواهد بود. آقای آبکنار یک کتاب پژوهشی هم در زمینه ادبیات دوره قاجار نوشتند به نام معرفی و بررسی آثار داستانی و نمایشی از 1250 تا 1300 که در سال 1378 توسط انتشارات فرنگستان زبان و ادبیات فارسی منتشر شد. آقای آبکنار نزدیک 20 ساله که سابقه تدریس نویسندگی خلاق رو دارن در دانشگاه هنر و چندین مؤسسه خصوصی دیگه نظیر کارنامه تدریس کردن. 3 مجموعه داستان از شاگردان قدیمیشون گردآوری شده که به نام همشاگردی‌ها توسط نشر ناکجا در فرانسه چاپ شده. ایشون همچنین نویسنده چند فیلمنامه سینمایی هستند که معروفترین اونها فیلمنامه کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد برنده جایزه نوعی نگاه دیگر از جشنواره کن شد. آقای آبکنار سال 2013 موفق به دریافت فلوشیپ از دانشگاه هاروارد شدند و یک سالی رو ساکن بوستون بودند. بعد از سال 2014 فلوشیپ 3 ساله از دانشگاه نوادا گرفتند. رمان جدید ایشون به نام تاریکی تا چند ماه دیگه منتشر میشه. بدون وقت تلف کردن این شما با آقای آبکنار و آقای آبکنار این شما و این دوستان ما. متشکرم آقای صقر، خیلی ممنون از معرفیتون. دوستانی که جمع می‌بینم خودشون صاحب قلم هستن و یه خود آدم خجالت میکشه صحبت کنه. اکثریت بچه‌ها دست به قلم دارن، خودشون صاحب کتاب هستن و صاحب نظر هستن و میترسم که بعضی از حرفا براشون تکراری باشه. فقط من آقای سعدی سوال بپرسم، سوال جواب چطوره؟ لابلای بحثا قرار سوال جواب کنیم یا همه رو بذاریم آخر سر؟ من فکر میکنم به آخر سر بگذاریم. شاید مثلا صحبت شما که تموم شد یه فرصتی رو خواهیم داشت واسه پرسش و پاسخ، ولی دوستان میتونن سوالاتشون رو در چت بنویسن که رو نوبتشون اقلا حفظ بشه، بعد به سوالات به اصطلاح حضوری بعداً به اصطلاح به ترتیب قرار میدیم که سعی میکنیم به همه سوالا برسیم، ولی بهتر آخر برنامه باشه اگه موافقیم. اشکالی نداره. حالا اگرم واقعا یه موقع سوال خیلی مهمی پیش اومد فکر می‌کنم میکروفون رو باز بذاریم که بعضی سوالاشو بپرسن، بد نیستش. خب موضوع امشب قرار بود که کلا درباره داستان کوتاه باشه و مطمئنا یه مقدماتی رو نیاز داره و من باید حتما به اون مقدمات اشاره کنم. صحبت اینجوری شروع می‌کنم که شاید برای اکثر ما توی دوره پیش اومده یا شاید الان پیش اومده باشه که یه متنی رو خوندیم یا نوشتیم و دادیم دست کسی یا فرستادیم برای مجله‌ای و شنیدیم که این متن داستان نیست، گفتن که این داستان نیست، حکایته، گفتن که داستان نیست، در حد طرح باقی مونده، یا گفتن داستان نیست، خاطره است، یا یه قطعه ادبیه، یه قطعه مثلا شعرگونه است و احساسیه. خب گاهی اوقاتم ناراحت شدیم شاید که چرا همچین نظری دادن، چرا این چیزی که ما نوشتیم داستان کوتاه نیست. یا گاهی اوقاتم پیش اومده من برخورد کردم با دوستانی که یه چیزایی می‌نویسن و خودشون هم وقتی ازشون میپرسی میگن نمیدونیم چی می‌نویسی، نمیدونیم داستانه یا نه. سعی میکنم امشب یه خورده به این چیزهای بنیادی در داستان نویسی بپردازم که واقعا تفاوت داستان کوتاه رو با چیزهای غیر داستانی تا حدودی با هم دیگه مرور کنیم. و فکر میکنم که هر جا اگر سوالی پیش اومد دوستان بپرسن، سوال مهم باشه حتما همون لحظه جواب بدم شاید بهتر باشه. خب ما باید بدونیم پیش از اینکه داستان کوتاه چیه، باید بدونیم حکایت چیه، ما باید بدونیم که خاطره چیه، ما باید بدونیم قطعه ادبی چیه یا قطعه شاعرانه که میگن چیه. اگر اینها رو بدونیم، با دونستن اینها اون تعریف داستان کوتاه برای ما بهتر جا میفته به نظر من. اینکه به چی میگیم داستان کوتاه، یا چرا مثلا بعضی متن‌ها خاطره هستن و خاطره گونه هستن و داستان حساب نمیشن، و در این حال ما یه سری خاطرات رو میخونیم و میگیم این خاطرات چقدر داستانیه. اینو باید بهش بپردازیم. و بحث بعدی بحث مثلا طرح در داستان یا پلات در داستانی که خیلی مهمه، عناصر داستانی که چیا هستن. و با این وقت کمی که هست اگر فرصت بشه در مورد نثر شاعرانه یا نثر داستانی که این تفاوتش چیه راجع به این صحبت کنیم، و بعدم بازم اگه فرصت بود انواع داستان. ما گاهی اوقات چیزایی که میخونیم به اشتباه بهش میگیم داستان، به خاطر اینکه مثلا یه متنی رو خوندیم، یه قصه کوتاهی خوندیم، واقعا میگم قصه، چون قصه داره و کوتاه بهش میگیم داستان کوتاه. ولی خب چیزهای دیگه ای هم هستن که هم قصه دارن هم کوتاه هستن، ولی به تعریف امروزی ما بهشون داستان کوتاه نمیگیم. میخوام یه خورده اینا رو مرور کنیم اگه موافق باشیم. اگر بخوام اسم بیاریم از کسانی که اولین داستانهای کوتاه رو تو دنیا نوشتن، اولین کسی که حتما برای شما آشنا هست ادگار آلن پو. آلن پو نه تنها اولین داستانهای کوتاه رو به تعریف امروزی نوشت، بلکه توی نظریه ادبی هم سعی کرد که تعریف‌های در واقع مشخصی در مورد داستان کوتاه بده. اولین نفر اوایل قرن 19 ادگار آلن پو بود که داستان کوتاه نوشت. همزمان با این کسای دیگه‌ای هم بودن که در واقع بعد از این شروع کردن، نیکلای گوگول و گی دو موپاسان و چوخو که میشناسین احتمالاً. این رو من اگه بخوام به اینها بپردازم به نظرم یه خورده از ادبیات فارسی دور میشیم. دوست دارم که اصلا از ادبیات ایران شروع کنم و میخوام از جمالزاده اسم بیارم و بگم که پیشرو در واقع داستان کوتاه فارسی به تعریف امروزی جمالزاده است، میدونید خودتون. و جمالزاده رو میگن پدر داستان کوتاه فارسی. این صفت هم واقعا خیلی مناسبه براش، به خاطر اینکه اولین مجموعه‌ای که بیرون داد در سال 1300، دقیقاً 100 سال پیش، الان 1400 هستیم، 100 سال پیش کتابی که بیرون داد، مجموعه داستان به نام یکی بود یکی نبود، واقعا اتفاق مهم و تاثیرگذاری بود تو تاریخ ادبیات ایران. جالبه که بدونید تو همون سال 1300 همزمان با جمالزاده ما افسانه نیما هم داریم. یعنی نیما هم در واقع مانیفست شعر نو رو در واقع چاپ میکنه تو اون دوران. این همزمانیش خیلی جالبه که نیما هم در واقع یک انقلابی در شعر کلاسیک فارسی به پا میکنه. و بعد از اینها، یعنی کسانی که شعر گفتن در واقع یه جوری تحت تاثیر اشعار نیما بودن و تحت تاثیر خود نیما بودن. خیلی ها هم که داستان کوتاه نوشتن در واقع دنبال روی شیوه داستان نویسی بودن که جمالزاده به کار برده بود. خب ما برای اینکه متوجه بشیم جمالزاده چه کار بزرگی کرده، اصطلاحی که به کار میبرن براش میگن از حکایت نویسی گذر کرد به داستان کوتاه. این گذر خیلی مهمه که ما بدونیم که چه اتفاقی افتاده در حکایت، چی وجود داشته، چه ویژگی‌هایی در حکایت بوده که ما ازش گذر کردیم و به داستان کوتاه مدرن رسیدیم. جالبه که کاری که جمالزاده کرده با تسلطی بود که روی در واقع ادبیات کهن ایران داشت و تسلطی هم داشت روی شگفت‌های جدید ادبیات غربی که اینها رو در واقع با هم ترکیب کرد و یک در واقع مجموعه بیرون داد به نام یکی بود یکی نبود که واقعا داستاناش خوندنیه و توصیه میکنم که بخونیدش. خب نکته بعدی که میخوام بگم برمیگردم به جمالزاده اینه که خیلی ها مثلا به متون قدیم که نگاه میکنن میگن ما قبلا داستان کوتاه داشتیم، یا مثلا اسم میارن میگن که مثلا سعدی در گلستان سعدی خب ما با داستان روبرو هستیم و چون اون حکایت های سعدی قصه داره یا داستان داره و چون کوتاهه خیلی ها به اشتباه میگن سعدی داستان کوتاه نوشته. من حتی تو بحث‌های جدید دیدم که خیلی ها میگن سعدی مینیماله، به خاطر اینکه مینیمالیستی نوشته چون حجم چیزایی که نوشته خیلی کوتاهه و خیلی هم قصه داره. اما اگر بخوایم دقیق بشیم به حکایت‌ها، حکایت‌ها خیلی میشه گفت که فاصله دارن با تعریف امروزی که از داستان کوتاه داریم. یه حکایتی رو انتخاب کردم از گلستان از باب هفتم، 6 خطه و ببینید که چه قصه جالبی توش هست. ولی حکایته میگه فقیر درویشی حامله بود، مدت حمل به سر آورده و من این درویش را همه عمر فرزند نیامده بود. گفت اگر خدای عزوجل من را پسری دهد جز این خرقه که پوشیده دارم هرچه ملک من است ایثار درویشان کنم. خب بچه دار نمی شدم، میگه که اگر من صاحب پسر بشم هرچی دارم میبخشم. اتفاقا پسر آورد و سفره درویشان به موجب شرط بنهاد. پس از چند سال که از سفر شام باز آمدم به محلت آن دوست برگذشتم و از چگونگی حالش خبر پرسیدم. گفتند به زندان شحنه در است. سبب پرسیدم، کسی گفت پسرش خمر خورده است و عربده کرده است و خون کسی ریخته و خود از میان گریخته، پدر را به علت او سلسله در نای است و بند گران بر پای، پدر را به جاش زندان کرده. گفتم این بلا را به حاجت از خدای عزوجل خواسته است. این یک حکایت خیلی کوچیک 6 خطیه با یه عناصری تو این حکایت روبرو هستیم. دیدیم که قصه خیلی سریع بخوام تکرارش کنم، یکی کسی آرزو داشته پسر داشته باشه، حاضر تمام اموالش رو ببخشه، پسر دار میشه، ولی پسرش که بزرگ میشه مشروب خور عربده میکشه و یکی رو هم کشته فرار کرده، پدر رو به جاش زندانی کردن و راوی میگه که این خواب چیزی بود که خودش از خدا خواسته بود این پدر. چرا ما میگیم این حکایت و داستان کوتاه نیست؟ این تفاوت شاید بتونه ما رو به تعریف داستان کوتاه نزدیک کنه. من 9 تا ویژگی برای این حکایت میگم بهتون که قشنگ اگه با داستان‌های کوتاه معاصر تطبیقش بدید میبینید که تفاوت چقدر زیاده. اولین ویژگی که تو حکایت هست اینه که خب معمولا زمان و مکان نامشخصه. تو همین حکایت دقت کنید، ما نمیدونیم زمان کیه، 700 سال پیشه، 800 سال پیشه، میدونیم مثلا حالا چون سعدی نوشته میگیم دوران سعدیه، ولی چه موقع است واقعا اصلا نیست. چیزی مشخص نیست، زمان و مکان توی این قصه مشخص نیست. کجا اتفاق افتاده؟ بغداد، اصفهان، شیراز، مکانش هم نمیدونیم، حتی مکان جزئی هم نداره. پس اولین ویژگی تو حکایت اینه که زمان مکان نامشخصه و خیلی کلیه. مورد دوم اینه که تو حکایت ما با شخصیت روبرو نیستیم، ما با تیپ‌های کلی سر کار داریم. تیپ‌های کلی یعنی چی؟ این تیپ‌ها، این آدم‌هایی که توی ویژگی‌ها، توی صفات کلی با هم دیگه مشترک هستن. خب تو این داستان می‌بینیم ما با تیپ کلی پدر روبرو هستیم، با تیپ کلی پسر روبرو هستیم و اینا هیچ تشخصی ندارن. هیچ وجه شخصیتی ما از اینها نمی‌بینیم جز اون رفتارهای تیپیکال. پس این دومین ویژگی حکایت. سومیش اینه که تو حکایت معمولا اغراق میشه. تو همین 6 خط ناکنین چند بار اغراق شده و یه قلوف شده. در واقع پیمانی که در واقع اون درویش با خدا بسته چیه؟ میگه اگه من پسر دار باشم تمام اموالمو میبخشم. خب خودش این یه قلوفه. توی صفات منفی پسر قلوف شده، هم خرم خورده، هم خون کسی رو ریخته، عربده کشیده، یکی رو کشته فرار کرده. و قلوف شده بازم این که پدر رو به جای پسر گرفتن. یعنی هیچ دلیل منطقی شما اینجا نمیبینید. پس اغراق یکی دیگه از ویژگی‌های حکایته. بازم تعریزنتون به این فکر کنید که تو داستان‌های معاصر ما اینجوری در واقع با شخصیت‌ها، با زمان و مکان روبرو نمیشیم. 4مین ویژگی اینه که توی حکایت آدم‌ها سیاه‌سفیدن. یا خوب مطلقا یا بد مطلق. تو همین حکایت نگاه کنیم، پسر خب همه صفات منفی رو یه جا داره، هیچ چیز دیگه از پسر نمیدونیم جز اینکه خم خورده، عربده کشیده، یکی رو کشته، فرارم کرده. حتی پدرش که دستگیر کردن داستان میبینیم که پدر داره زندانی میکشه ولی پسر کاری انجام میده. یعنی هیچ وجه مثبتی توی پسر ما نمیبینیم. حالا پدر از این ور میبینیم که خوب مطلقه، از همون اول که وفا به عهدش میکنه، بعد از اینکه بچه دار میشه به این درویش ها اموالش میبخشه و در واقع تعام میده. ویژگی دیگرش هم اینه که حالا به جای پسرش هم داره عقوبت میبینه، یعنی عذاب میبینه، تو زندانه. اینم این خوب مطلق کسی که واقعا دیگه اوج فداکاری. پس میشه گفت که اقراء شخصیت ها در واقع سیاه‌سفید هستن. پنجمین چیزی که بخوام از ویژگی‌های حکایت بگم تو این حکایت کاملا مشخصه، این که طرح داستانی معمولا سسته، طرحش ضعیفه. چرا؟ به خاطر اینکه رابطه علت و معلولی وجود نداره، اگرم هست خیلی کم رنگه. در واقع طوریه که ما منطق داستان برای ما جا نمیفته. پدر رو به جای پسر دارن مجازات میکنن ولی ما نمیدونیم چرا این اتفاق میفته. این رابطه علت و معلولی خیلی سست و ضعیفه. بعد تو اینجور در واقع حکایت ها معمولا خواننده دنبال اینه که داستان و قصه رو پیگیری کنه که بعدش چی شد، بعدش چی شد، حالا پدر زندانه، بعد چی میشه. دنبال چرایی نیست که چرا این اتفاق افتاد، چرا پسر یکی رو کشت، چرا پدر رو به جاش دستگیر کردن. برای این ما با یک طرح ساده و سست و ضعیف رو بررسیم تو حکایت ها. میخوام شیشه‌ی مورد بگم اینه که ما توی داستان‌های معاصر می‌بینیم، داستان‌های مدرن، داستان‌های جدیدتر می‌بینیم برش ارزیه، ولی توی حکایت برش طولیه و نه اینکه ارزی باشه. تو همین حکایت نگاه کنید، تو 6 خط چند سال گذشته، یعنی طرف بچه نداره، بچه دار میشه، بچهش بزرگ میشه، یک نفر رو میکشه و الان در واقع پدر توی زندانه، یعنی حداقل 20 سال گذشته توی 6 خط 20 سال. این برش کاملا طولیه در قصه‌ای که داره به ما گفته میشه. ما در داستان‌های معاصر می‌بینیم، در داستان‌های مدرن می‌بینیم که این برش ارزیه، ما یه مقطع خیلی کوچیکی رو روایت می‌کنیم. نکته بعدی اینه که توی حکایت خب ما با جزئی پردازی روبرو نیستیم. این توصیفی که میشه، توصیف‌ها خیلی کلی هستند، مکان کلیه، آدم‌ها کلیه، داستان صحنه‌ها کلیه و هیچ جایی ما با جزئیاتی از شخصیت روبرو نیستیم. هیچ جایی با جزئیات از لحظات داستانی یا مکان و زمان روبرو نیستیم و توصیف‌ها بسیار کلیه. هشتمین مورد بخوام بگم زبان داستانه. متوجه شدین؟ زبان معمولا توی حکایت‌های زبان فاخریه که از سطح زبان معیار بالاتره و با یک زبان روایت میشه. همه شخصیت‌ها اگه قرار حرف بزنن با یه زبان حرف میزنن، تشخص زبانی در واقع ندارن. بازم مقایسه کنید با داستان‌های جدیدتر که خب ما بنابر نظرگاهی که انتخاب میکنیم، بنابر راویی که انتخاب میکنیم، زبان متناسب با اون شخصیت ها، با اون نظرگاه و با اون راوی عوض میشه، تغییر میکنه. اینکه کی داره روایت میکنه و نظرگاه چیه خیلی مهمه تو داستان‌های جدید. برای زبان داستانی هم تو حکایت‌ها زبان کلیه. و نهمین مورد، آخرین چیز اینه که توی حکایت‌ها اگه دقت کرده باشین، حکایت‌ها معمولا ساده، قصه ساده‌ای دارن که برای درک عموم مردم نوشته شده و یه جور بیشتر جنبه پندآموز و نصیحت گونه‌شه که اهمیت پیدا میکنه، که حالا این جنبه پندآموز اصلا توی خیلی از قصه‌های جدید می‌بینیم کنار زده میشه. ما اصلا اون نتیجه‌گیری داستان‌های کلاسیکو اصلا تو داستان‌های معاصر نمی‌بینیم. خب اگر این 9 تا ویژگی که گفتم، حالا شاید یه ویژگی‌های دیگه هم بشه پیدا کرد توی تعریف حکایت، مقدمه طولانی شد ولی خواستم بگم که متوجه بشیم که پس زدن این حکایت‌ها که ما چند صد سال درگیر نوشتنش بودیم و کنار گذاشتنش و رسیدن به داستان کوتاه به تعریف معاصر، خب کار بزرگی بوده، دستاوردی بوده، کاری که جمالزاده انجام داده. حالا میخواستم همین حکایت رو اگر با نگاه امروزی بخوام بهش نگاه کنیم، ببینیم اگر ما الان بخوایم این حکایت رو بنویسیم چطور مینویسیمش. برگردیم به حکایت سعدی. مطمئنا یک نظرگاه راوی براش انتخاب میکنیم، یک کسی هست که از منظر اون قصه باید روایت بشه، هر چیزی که اون میبینه میشنوه در واقع از نظرگاه اون گفته بشه تو داستان. فرض کنیم که یک مردی میره به زندان برای دیدار پدر. ببینید میخوام مکان و زمان رو محدود کنم. میره به دیدار یک مرد پدر در زندان. این زندان رو داریم به عنوان یک مکان محدود، در یک زمان مشخص که مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه 2 ساعت هر چقدر هست این وارد زندان بشه و با پدره مثلا صحبت کنه توی زمان کوتاه. شاید چون مسیری که داره حرکت میکنه ما فضای زندان هم بسازیم با جزئیات، بگیم راهرو چه شکلی بود، این درهای آهنی در و قفلان نگهبانا، حتی دیالوگ‌های هم اونجا مثلا بذاریم که برای اینکه اون جزئیات فضا ساخته بشه. بعد مرد که مثلا بره به دیدار پدر، خب توضیح میخواد که مثلا از اون پدر میخواد که توضیح بده که چه اتفاقی افتاده. این در واقع اینجا چرایی این اتفاقات اهمیت داره. توی نوع حکایت چرایی خیلی اهمیت نداره، ما بیشتر دنبال بعدش چی هستیم، چون قصه است که همینجور پشت قصه میاد. ما دنبال چرایی و دلیل ماجراها نیستیم. ولی اینجا اگر قرار باشه داستان کوتاه باشه، مرد میتونه راوی ما، نظرگاه ما، از پدر بپرسه که چه اتفاقی افتاده و اون توضیح بده دربارش. حالا اگر بخوایم داستان رو به نقطه اوج برسونیم یا اینجوری به زنگایی بکشونیمش، امکان داره که مثلا نگهبان در بزنه و به پدره بگه آزادی، شما آزادی. فوری سوال پیش میاد چرا؟ امکان داره بگم پسر دستگیر شده. ببینید یک گره دیگه ای چاپ میشه. امکان داره که داستان یه جور دیگه پیش بره، مثلا بگن که راوی بیاد بیرون و بره دنبال پسر بگره که پسر رو پیدا کنه، روز بعد بگم پدر خودکشی کرده تو زندان. بلا فاصله میپرسیم چرا؟ و اینجاست که حالا بعد اون در واقع رابطه علت و معلول ساخته بشه. بعد چرا؟ چون پدر حالا یه یادداشتی گذاشته که توضیح داره میده. اینو خواستم خودم بالبدای قصه رو عوض کنم تا ببینیم که اگر ما میخوایم یه حکایت رو تبدیل به داستان کنیم چقدر عناصر باید تغییر کنن و چه چیزهایی رو باید بهش اضافه کنیم. این کاریه که در واقع جمالزاده کرد، در واقع از اون مرزهای حکایت گذر کرد، اون مرزها رو پشت سر گذاشت و وارد در واقع عرصه داستان کوتاه‌نویسی شد. همینجا اشاره کنم، بعد جلوتر میگم چیزی که داستان معاصر و داستان به تعریف امروزی داستان کوتاه رو از اون حکایت‌ها جدا میکنه یه ساختار نمایشیه و عناصر داستانیه و چیزهای دیگه‌ای که خیلی اهمیت داره. اینجا شاید بد نباشه که حالا بیایم چون به جمالزاده اشاره کردیم یکی از قصه‌های جمالزاده رو یه تیکش رو بخونیم، بد نیست. من یه خلاصه میگم از داستان دوستی خاله خرسه، از همون مجموعه یکی بود یکی نبود، که به نظرم خیلی خیلی داستان خوبیه، یکی از تاثیرگذارترین داستان‌های خود همین مجموعه یکی بود یکی نبوده. من خلاصه‌شو میگم، بعد یکی از دوستان یه تیکه از خود متن رو میخونم براتون. قصه از این قراره که در زمان جنگ جهانی اول قوای روس غرب ایران رو اشغال کردن. یه مأمور جوون که مأمور مالی است قرار بره کرمانشاه، سوار درشکه‌ای میشه که 3 تا مسافر دیگه هم داره، یکیش شاهزاده قاجاریه، یکی شاگرد قهوه‌چیه به نام حبیب الله و یه جعفرخانیه که تو پستخونه کار میکنه و با همین راوی ما. سورچی قرار اونا رو از ملایر ببره کرمانشاه. من با این دقت دارم میگم برای اینکه شما متوجه بشین که حالا زمان مشخصه، مکان مشخصه و جزئیات شخصیت هم مشخصه. وسط راه شاهزاده، یعنی شاهزاده قاجاری، تو فرسیج پیاده میشه. بعد اونجا بالاخره یک جا خالی میشه توی این درشکه. اینا سر راه به یه قزاق مجروحی برمیخورن، این 3 نفر دیگه. راوی داره اینا رو میگه که حالا حبیب الله وساطت میکنه که این قزاق مجروح دلش سوخته، میگه سوارش کنین. سوار درشکه میکنن و تو راه دارن حرف میزنن. قزاق مجروح با اینکه بهش خوبی شده تو راه از حرفای اینا متوجه میشه که حبیب الله پول همراهش داره. بعد از اینکه اینا درشکه جلوتر میره، میرسن به یه دستی از قزاقا. این قزاق مجروح پیاده میشه، میره با اینا یه صحبتی میکنه، یه دسیسه چینی میکنه، در اصل انگار حبیب الله رو لو میده. این قزاقا میان حبیب الله رو از اون درشک پیاده میکنن و لتو کوبش میکنن و میکشنش. بعد در واقع حالا از منظر این جوانی که داره قصه رو میگه، مأمور مالیه، در واقع توی یک وضعیت قرار میگیره که جسد این حبیب الله رو داره تماشا میکنه و شاهد یه صحنه میشه. ما یه تیکه از خود این صحنه داستانی رو الان میشنویم. یکی از دوستان لطف میکنن میخونن. آقای صادق اگه لطف کنید ممنون میشه. در اندک فاصله‌ای در جلوی من جسد حبیب الله نمودار گردید. دو دستش را از دو طرف به روی برف دراز بود و حالت استغاثه به درگاه دادگری خداوند دادگر را داشت. خونی که از پهلویش به روی برف جاری بود، خونی را که از ران روسی مجروح بین راه در روی برف دیده بودم به خاطر من آورد و آه از نهادم برآمد. در همین لحظه یک لخته ابر تاری مثل اینکه بخواهد پرده به روی زشتی کردار اولاد آدم بکشد، روی ماه را گرفت و عالم روشن یکباره تار گردید. و در آن تاریکی و روشنی ناگهان به نظرم آمد که یک سیاهی با حزم و احتیاط و شلان شلان به طرف جسد بی حرکت نزدیک می شود. خود را در عقب درختی پنهان ساختم و دیده دوخته و با دقت تمام مشغول نگریستن گشتم. در همین لحظه یونس ماه از شکم نهنگ شناور ابر از نو بیرون آمده و باز انوار عالمتابش ملک شبانگاهی را رونق روز فروزان بخشود. بدون تردید سیاهی را شناختم. قزاق مجروح همسفرمان بود. متحیر بودم که مقصودش چیست. گفتم شاید می‌خواهد تلافی نیکویی‌های حبیب را کرده و جسدش را از روی برف به کناری برده که بعد به خاک بسپارد. ولی خیر، خود را شلان شلان به جسد حبیب رسانید و پس از نگاهی به اطراف خود خم شد و دست کرد بر شال حبیب و چیزی درآورد و به عجله هرچه تمامتر در بغل گذاشت و با شتاب و اضطراب به طرف قلعه روان گردید. خب می‌بینید که اینجا داستان اتفاق افتاد، داستانی شد. ما اینجا یک ماجرا داریم که ماجرا کاملا مشخصه. یه راوی داریم که نظرگاهش محدوده. اون چیزی که الان تو این صحنه دیدین از منظر اونه که داره روایت میشه. توصیف‌ها خیلی دقیقه، این مکان و زمان و اتفاق خیلی دقیق داره توصیف میشه. شخصیت‌ها رو میشناسیم، حالا کل قصه رو بخونید با جزئیات میشناسیم شخصیت‌ها رو، خوب ساخته پرداخته شدن. منطق روایت، اون رابطه علت و معلولی درسته. می‌بینید قزاق به طمع پول در واقع اون حبیب الله علیکی لو داد که پولشو بدزده، بعدم پا به فرار میذاره. اینجا پس ما با داستان روبرو هستیم. اینجاست که در واقع کاری که جمالزاده کرده ارزشش مشخص میشه که از حکایت فاصله میگیره و داستان کوتاه مینویسه. اگر بخوایم در واقع به پیشینیان جمالزاده اشاره بکنیم، یه خورده قبلتر از جمالزاده ما نشانه هایی از داستان کوتاه رو میبینیم. یعنی بارقه هایی هست از داستان کوتاه، ولی واقعا نه 100%. شما حتما دهخدا رو به یاد میاریم تو مجموع مقالات طنزآمیزی که داره چرند و پرند. خب اونجا دهخدا خیلی یه جاهایی به داستان کوتاه نزدیک میشه و جزئیات داره و راوی داره، زبان متفاوت داره، ولی هنوز بازم داستان کوتاه نیست. نیاز بود که به سال 1300 برسیم و جمالزاده بیاد با این مجموعه واقعا یک انقلابی بکنه در روایت داستان کوتاه. ولی خب ما اگر به ادبیات دوره مشروطه یا خود قبلترش نگاه کنیم، ما سفرنامه داریم، ما رومانس داریم، ما حکایت داریم و خاطره داریم و چیزای از این درسای داستان کوتاه نداریم. حتی اگر یه بخش کوچیکی مثلا با داستان کوتاه پهلو میزنه، اما کلیت کار اینطور نیست. من حالا بعدا اشاره میکنم به کسانی که قبل از جمالزاده اون بارقه داستان نویسی تو کارشون بوده، ولی همینجا فقط بگم که به هر حال جمالزاده مدیون کسایی مثل میرزا آقا تبریزی که نمایشنامه مینوشت، یا میرزا فتحعلی آخوندزاده که اونم کتاب تمثیلاتو داره، طالبوف رو داریم که کتاب احمد رو نوشته، یا زین العابدین مراغی که اون سیاحتنامه ابراهیم بیک رو نوشته که کار بسیار زیباییه، و خود مقالات دهخدا، یعنی مجموعه اینهاست که در واقع مقدمه چینی میشه برای اینکه کسی مثل جمالزاده بیاد یک همچین نوآوری بکنه و داستان کوتاه رو به تعریف مادر امروزی بنویسه. خب چند تا ویژگی دیگه تو داستان کوتاه هست، 3-4 تا چیز هست که من اگه اینها رو بهش بپردازیم در واقع سوال اول جواب داده میشه که ما به چی میگیم داستان کوتاه. اگر این 4 مورد رو من بگم، اگر تکراریه ببخشید ولی لازمه که برای که بحث کامل بشه بگم بشه. این 4 تا مورد اگر مرور کنیم موقع تعریف داستان کوتاه دقیق‌تر میشه. یکیش اینه که ما بدونیم که فرق قصه با طرح چیه. میگم قصه، نمیگم داستان. در واقع قصه منظورم اون رشته حوادثیه که نقل میشه و خود کلمه قصه شاید مال یه خورده به متون قدیم‌تر بکشه، نمیگم بهش داستان هست. قصه چیه؟ قصه همون گفتن یه سری حوادث کنار هم دیگه است که اینا بر اساس توالی زمان کنار هم چیده شدن. توالی زمان یعنی که فلان شد بعد فلان بعد فلان تا آخر. تو حکایت سعدی هم دیدیم که این چیزهایی که پشت هم اومدن بر اساس توالی زمانی هستن. ما به خاطرات خودمون که رجوع میکنیم، خاطراتمون هم خطیه دیگه. خاطراتمون این که کجا به دنیا اومدم، کجا مدرسه رفتم، بعد دیپلم گرفتم، سربازی رفتم، ازدواج کردم، هر اتفاقی که میفته خطی کنار هم بچینیم. اینا رو در واقع بازم یه سری حوادثه، یه رشته اینها رو به هم ربط میده، ولی چیزی که اینا رو به هم ربط میده فقط توالی زمانیه. ما به این میگیم قصه. اما وقتی میگیم طرح یا میگیم پلات دیگه قضیه فرق میکنه. طرح چیه یا پلات چیه؟ ما اگر همین حوادث رو جابجا کنیم، یعنی جلو عقبشون کنیم، تقدم تأخرشون رو به هم بزنیم، یه جور دیگه اینا رو بچینیم، یعنی بر اساس روابط علت و معلولی اینا رو کنار هم بچینیم، نه بر اساس زمانی، اون موقع ما طراحی کردیم قصه رو، جلو عقب کردیم صحنه ها رو بر اساس موجبیت، بر اساس رابطه علت و معلولی. اگر این کار رو بکنیم خب داریم در واقع داستان کوتاه نزدیک میشه و داستان کوتاه طرح یا پلات درش خیلی مهمه. ما در واقع توی طرح یه اتفاق رو میاریم و از این اتفاق بعدی رو میاریم. این اتفاق بعدی این نیست که بعد از این اتفاق افتاده. اگر کنار این قرار میگیره به خاطر اینه که یه دلیلی داره، یک رابطه‌ای بین این دو تا صحنه هست. امکان داره یکیش مال الان باشه، یکی مال 20 سال پیش. در واقع این جابجایی برای ما یک طراحی رو ایجاد میکنه که داستان شکل میگیره. خب توی تفاوت قصه و طرح اینجوریه که ما تو قصه معمولا میگیم بعدشی. اصطلاحا میگن که این بعدشی یا قصه گفتن به خاطر این بوده که در زمان قدیم مثلا سربازا رو تو جنگ بیدار نگه دارن، شبا براشون قصه میگفتن که اینا بیدار بمونن چون میخواستن ببینن بعدش چیه. خب توی حکایت شهرزاد تو 1001 شب اگه دقت کنید، اینم برای اینکه پادشاه رو وادار کنه که نکشتش، طی قصه رو در واقع به جایی میکشونه که پادشاه کنجکاوه که بعدش چی و در واقع شب بعد منتظر میمونه که بعدش رو بشنوه. این اساس قصه است که بر اساس زمان صحنه‌ها کنار هم چیده میشن و فقط سوالی که ایجاد میکنن در واقع برای ما اینه که بعدش چه اتفاقی افتاده. این صحبت از چرایی نیست، دلیل نمیخواد. تو طرح برعکسه، ما صحنه ها رو طوری کنار هم میچینیم که در واقع خواننده با خودش در واقع دنبال علتش میگرده، میگه چرا. سوالی که تو ذهن ایجاد میشه چراییه، نه اینکه بعدش چیه. خب ما اگر طرح داریم در داستان یا پلات داریم، خب به خاطر اینه که یک ویژگی هایی به داستان ما میده. یکی از مهمترین چیزها اینه که داستان ما رو در واقع بهش اجازه میده از اضافه گویی پریز میکنیم، چون صحنه‌های کنار صحنه‌های میان یه دلیل داستانی دارن، دلیل روایتی دارن. این صحنه‌ها به یه دلیلی کنار هم قرار گرفتن و اگر این دلیل نباشه اون صحنه حذف میشه. این حذف کردن‌ها باعث این میشه که طرح ما قوی تری میشه و قصه ما در واقع به سمت قصه مدرن پیش میره. اما توی قصه در واقع ما چون بحث توالی زمان فقط کنار هم چیدیم، امکان داره خیلی اضافه گویی کنیم، امکان داره 100 صفحه 200 صفحه 1000 صفحه بنویسیم، چون اینا فقط کنار هم قرار گرفتن. نکته بعدی بازم که ویژگی‌های داستان کوتاه است، نمودار نمایشیه. یا اون ساختار دراماتیک خیلی مهمه. حتما شنیدی دیگه این نمودار 8 ماننده که ما از یه مقدمه شروع میکنیم، گره افکنی داریم، گره افکنی یکم، دوم، سوم، هر چند تا گره افکنی داریم، بعد ما یک گره گشایی داریم، به نقطه اوج میرسیم، بعد امکان داره گره گشایی دوم اتفاق بیفته، بعد فرودش رو داریم و نتیجه گیری رو. این ساختار دراماتیکی ایجاد میکنه که داستان کوتاه در واقع با وجود این ساختار نمایشی و اون پلاتی که گفتم داستان کوتاه معنی میده. و سومین ویژگی که حالا میخوام بگم برای داستان کوتاه که داستان کوتاه میکنه، عناصر داستان هستن. عناصر داستان مثل شخصیت سازی، نتیجه سازی، فضا سازی، نظرگاه و توصیف، نتوزیح و زبان داستانی و چیزهای دیگه. بنابراین اینها هستن که یک داستان داستان میکنن. همینجا اشاره کنم به جمله اوایل. چرا گفتیم خاطر داستان نیست؟ چون نگاه کنیم ما در خاطره نمودار نمایشی نداریم، معمولا توی خاطره ما پلات نداریم، کنار هم چیدیم بر اساس زمانی. در خاطره ما عناصر داستانی رو نداریم، یا اگر هستن خیلی کم رنگن. یعنی ما شخصیت پردازی نداریم، فضاسازی نداریم، گاهی وقتا اینهاست که در واقع متن رو تبدیل میکنه به خاطره. حالا اگر یک متنی با باش روبرو باشیم که این ویژگی‌ها رو داشته باشه، این نمودار نمایشی داشته باشه و عناصر داستانی درش دخیل باشه و ما پلات براش در واقع طراحی کرده باشیم، اون موقع میگیم با داستان کوتاه روبرو هستیم. نکته بعدی که حالا حتما شنیدید اینو، ولی برای اینکه بحث کامل‌تر بشه اینجا باید بگم، بحث تعادل اولیه و تعادل ثانویه است. تو هر داستانی در واقع تعادل اولیه‌ایه که به هم خورده. اگر تعادل اولیه به هم نخوره اصلا داستانی اتفاق نمیافته. تعادل اولیه یعنی چی؟ فرض کنید دو نفر دارن راه میرن، دارن حرف میزنن. اینا تا ابد راه برن و حرف بزنن تعادل اولیه است. اگه اتفاق نیفته این وسط. فرض کنید دو نفر دست هم دیگه گرفتن، دارن با هم راه میرن، حرفای عاشقانه میزنن. خب ما با یه متن عاشقانه روبرو هستیم، با یک متن در واقع احساسی روبرو هستیم. اینا تو تعادل خودشون دارن میرن، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. خب اگر این تعادل به هم بخوره داستان اتفاق میفته. این تعادل چطور به هم میخوره؟ دو نفر دارن عاشقانه با هم حرف میزنن، راه میرن، یه جنازه سر راهشون قرار میگیره، یه جنازه افتاده جلو پاشون. ببین تعادلشون به هم خورد. دیگه اینجا قصه اتفاق میفته. از اینجا به بعد اینها نمیتونن اون تعادل اولیه داشته باشن، همونجور خوشخوشان به راهشون ادامه بدن. اینا تغییر میکنن. اینا باید یه کاری انجام بدن. یعنی اون تعادل که به هم میخوره، تازه قصه شروع میشه. خب این تعادل به شکل‌های مختلف امکان داره به هم بخوره. یعنی ما باید اون قصه‌شو بسازیم. دو نفر دارن با هم دست به دست هم دارن راه میرن، همسر یکی از روبرو میاد. این تعادل به هم خورد. حالا اینجا در واقع گره ایجاد شد. این گره بعد باز بشه، این گره دومی رو ایجاد میکنه، به نقطه اوج میرسه و چیزهای دیگه. اینجاست که در واقع بین تعادل اولیه و تعادل بعدی که قرار اتفاق بیفته ما با قصه روبرو هستیم. این قصه بین دو تا تعادل اولیه و ثانویه که اینا با هم فرق دارن. یعنی کسی که با یه جنازه برخورد کرده، بعدا اگه به تعادلم برسه دیگه اون آدم اولی نیستش. خب این بحث تعادل اولی و ثانویه هم خیلی به نظرم بحث مهمیه. امیدوارم، چون بحث خیلی بحث پیچیده ای نیست، خواستم به تعریف داستان نزدیک بشیم. اگر سوالی هست یادتون نره که بپرسین از من. نکته بعدی که خیلی مهمه و بازم تو همین مقدمه که گفتم اشاره کردم بهش، پیش اومده حتما که مثلا یه متنی رو نوشتیم، بعد یکی گفته نه این متن که متن نیست، این داستان نیست، قطعه ادبیه، یا یک متنی که شما خیلی دوست دارین و میگین داستان و دیگران میگن نه این قطعه مثلا خیلی احساسیه، داستان نیست. یا شما یه متن می‌نویسید میگن خیلی شاعرانه است. شاعرانه یعنی چی؟ چرا داستانی نیست؟ یه دلیلی داره که این دلیلم به در واقع بگم یه خورده بحثمون کامل‌تر میشه. در واقع شاعرانگی در زبان چه موقع اتفاق میفته یا در داستان؟ چرا بعضی نوشته‌ها شعرگونه‌اند و داستان نیستن؟ ببین ما اگر عناصر یک جمله رو بخوام تخطیعش کنیم یه رابطه‌ای بین اجزای جمله وجود داره. این رابطه یا رابطه استعاریه یا رابطه مجازی. جز این دوتا رابطه هم نیست. رابطه استعاری چیه؟ تو رابطه استعاری یه نشونه اومده جایگزین یه نشانه قرار گرفته که شبیه اونه، یعنی از تشبیه استفاده کرده. مثال بزنم براتون. شما فرض کنیم که یه دختری داره میرقصه، کمرش رو پیچ و تاب میده، بعد یه آتیشی رو ما داریم توصیف میکنیم که شعله‌های آتیش دارن مثلا پیچ و تاب میخورن. ما حرکت مثلا این دختر رو، حرکت بدن این دختر رو تشبیه میکنیم به شعله‌های آتش. احساس میکنیم اینجا شاعرانه است، درسته؟ به خاطر اینکه ما از تشبیه استفاده کنیم، از استعاره استفاده کنیم. رابطه‌ای که در واقع بین این دختر و این شعله‌های آتش است یا به این صحنه و این صحنه، رابطه استعاریه. این تشبیه و استعاره در واقع روش شعره که از مشابهت استفاده میکنه. ما تو داستان معمولا کم استفاده میکنیم از استعاره و از محور در واقع استعاری و از محور مشابهت کمتر استفاده میکنیم. بعضیا اگه دقت کرده باشین زیاد استفاده میکنیم و ما میگیم متن تو خیلی شاعرانه است، هنوز داستان نیست. به این دلیله که کنار گذاشته میشه. تو داستان چه اتفاقی میفته؟ ما تو داستان در واقع از محور رابطه مجازی استفاده میکنیم. رابطه مجازی یعنی چی؟ یعنی یک نشانه ای میاد به خاطر اینکه کنار یک نشانه قرار گرفته. ما وقتی که از یه پارو حرف میزنیم قایق کنارشه، قایق تداعی میشه. ما وقتی از قایق حرف میزنیم دریا رو تصور میکنیم. وقتی از دریا حرف میزنیم افق رو تصور میکنیم. وقتی از افق حرف میزنیم ابرا رو به یاد میاریم. در واقع ما تو این تداعی ها چیزهایی رو در واقع کنار هم قرار میدیم که اینا مجاور هم هستن. پس از محور مجاورت داریم استفاده میکنیم. یعنی اینا نیست که اینطور نیست که در واقع اینها چون شبیه همن کنار هم قرار گرفتن. نه، اینها کنار هم هستن، همیشه همدیگه رو به یاد میارن. در واقع ما در داستان به جای استعاره از مجاز استفاده میکنیم و از به جای مشابهت از مجاورت استفاده میکنیم. چیزهایی رو میاریم که کنار هم قرار میگیرن، نه چیزهایی که شبیه هم هستن. بنابراین اگر ما با داستانی روبرو بشیم، با متن روبرو بشیم که توی اون بسیار تشبیه به کار برده، بسیار استعاره به کار برده و حتی اغراق کرده تو اون، ما میگیم از داستان داره فاصله میگیره. و زبان هر چقدر زیبا و شاعرانه هم که باشه، ما میگیم این متن شاعرانه است و از داستان فاصله گرفته. تو ادبیات میشناسید دیگه، مثلا رمانتیستا، سمبولیستا، اینا در واقع از محور مشابهت استفاده میکنن. خیلی متناشون تشبیه زیاد داره، استعاره زیاد داره و برای همین زبان شاعرانه تری دارن رمانتیستا و سمبولیستا. مقایسه کنید با رئالیستا که از مجاز یا محور مجاورت استفاده میکنن. شما داستان کارور رو مثلا بخونید، شما توش تشبیه خیلی کمی اصلا نمیبینید یا خیلی کم میبینید. بیشتر از همین در واقع مجاز استفاده میکنه، از محور مجاورت استفاده میکنه. که مجاز هم حالا من تقسیم بندی داره، مجاز جزء به کل داریم، کل به جزء داریم که حالا بحثش خود طولانی تر میشه. یه جمله‌ای بخوام براتون مثال بزنم، برای بچه‌ها بعضیا تکراریه ولی اینجا بازم برای کامل شدن بحث میگم. ببین ما وقتی میگیم، این جمله از یاکوبسنه، میگه وقتی پاروها امواج را شخم میزدن، پاروها امواج را شخم میزدن. وقتی میگیم پارو، دریا رو برای ما تداعی میکنه چون مجاور هم هستن، رابطه در واقع جزء به کل داره. خب پارو و امواج، ببین اینجا حرکت داستانیه. ما داریم حرف از پارو میزنیم و امواج که دریا رو به یاد ما میاره. وقتی میگیم پاروها امواج را شخم زدن، این شخم زدن رابطه استعاری میشه. حرکت پاروها توی آب شبیه حرکت خیشه توی فرو رفتن تو زمین، استعاره است، شبیه. اینجا حرکتمون شعریه. ببینید پس حتی توی یک جمله هم ما هر دو تا رفتار رو با هم میتونیم ببینیم توش. پاروها و امواج در واقع مجاز جزء کل هستن، ولی شخم زدن، این حرکت پاروها شبیه به شخم زدن، یه جور رابطه استعاریه که برای ما ایجاد کرده. خیلی از جملات داستانا رو میشه همینجوری ما تجزیه کنیم و ببینیم که درصد مجاز بیشتر درش یا استعاره، و بگیم یه متن بیشتر شاعرانه است یا کمتر داستانیه، یا نقدی که میخوام بهش بکنیم. این فقط در داستان نیست، جالبه توی نقاشی هم ما داریم. تو نقاشی هم اگه دقت کرده باشیم مثلا سورئالیست‌ها شیوهشون استعاریه، خیلی فرق میکنه با کوبیستا. سورئالیست‌ها چیکار میکنن؟ شما تصویر نقاشی دالی رو یادتون میاد که یه ساعتی رو روی درختی آویزون کرده شبیه پارچه. در واقع اینجا ساعت شبیه یک پارچه شده. چرا؟ چون آویزون شده روی درخت. شیوه در واقع شیوه استعاریه تو نقاشی سورئالیست. اما کوبیستا این کارو نمیکنن. کوبیستا در واقع از شیوه مجازی استفاده میکنن. اگه مثلا کار پیکاسو رو می‌بینین، یه صورتی که حالا چشم و دماغ و اینا رو می‌بینیم، هرچند که جابجاست، ولی یه اجزایی که اینا کنار هم قرار گرفتن، یه گیتاره که یه تکه‌هاشو داریم می‌بینیم و یه دسته، یک تکه از دسته، چیزی به چیزی شبیه نشده، استعاره در کار نیست. توی کار کوبیستا در واقع از همون اجزا استفاده می‌کنیم از کنار هم قرار گرفتن اینا. نکته آخری که بخوام بگم و بحث تموم کنم اینه که حالا اینایی که میگیم ما رو میرسونه به تعریف داستان کوتاه. اینا در واقع مقدماتیه برای نوشتن یک داستان کوتاه که چطور از حکایت و خاطره و در واقع متن شاعرانه و متن احساسی فاصله بگیریم و یه داستان بنویسیم. خب باید طرح و تحریزی کنیم، در واقع پلات داشته باشیم، باید عناصر داستان رو بشناسیم، بعد نمودار نمایشی رو بشناسیم. مثلا همه این هم که رعایت کنیم شاید داستان خیلی خوبی نباشه. اینکه داستان خوب باشه در واقع باید یک ویژگی‌های دیگه‌ای مثل آن داستانی و اون چیزای خاص، ویژگی‌های خاص داستانی رو بهش اضافه کنیم تا با داستان خیلی تام و تمام داستان ناب روبرو باشیم. در غیر این صورت خب داستان‌های متوسط خواهد بود یا داستان تکراری خواهد بود یا داستان‌هایی که در واقع با همون حکایت و خاطره و اینها در واقع پهلو میزنه و خیلی داستان مدرن حساب نمیشه، داستان جدید حساب نمیشه. ما انواع داستان داریم که اگه فرصت شد بعداً میگم، ولی دوست دارم به همین جایی اشاره بکنم به پیشینیان جمالزاده که اشاره هم کردم، به دهخدا اشاره کردم، ولی دو تا در واقع متن دیگه هم هست که حالا آماده کردیم که دوستمون میخونه. پیش از جمالزاده ما با دو جور متن روبرو هستیم که اینها تقریبا میشه گفت داستان کوتاه هستن. یکی یک در واقع نویسنده‌ای به نام افضل متکلمین که سال 1286 توی رشت یه روزنامه در می آوردن به نام خیرالکلام و این آقای افضل متکلمین داستان می نوشت. 48 داستان داره، این قطعه کوتاه در واقع که خیلی‌هاش طنزآمیزه و خیلی‌هاش در واقع پهلو میزنه با داستان کوتاه امروزی و اینو امضا میکرد به نام علی امو. این علی امو اسم مستعار همین افضل متکلمینه. تو بعضی از نوشته‌هاش که حالا الان یکیشو میخونیم براتون، ما نگاه میکنیم که حکایت نیست، خاطره نیست، یه جوری در واقع داریم عناصر قصه رو توش میبینیم. پیش از جمالزاده، این در واقع چند سال قبل از جمالزاده این اتفاق افتاده، علی امو. دومی که میخوام مثال بزنم، بعدن یکی دیگه دوستان متن میخونه، یک مجله در میومده حدوداً 100 سال پیش، 1299، 101 سال پیش، یه مجله فمینیستی بوده به نام عالم نسوان، یعنی دنیای خانوما. جالبه که تمام مفاهیم در واقع امروزی از در واقع بحث‌های فمینیستی، مشکلات زنان، حقوق زنان، خواسته‌های زنان و این چیزا تو خود این شماره، توی مجلات در واقع شکل قصه اینا مطرح می‌شده و در واقع 101 سال پیش در واقع مجله توی ایران در می اومده که فمینیستی بوده و میگم این ما چه سابقه ای داشتیم. یک سال قبل از جمالزاده، یک سال قبل از اینکه مجموعه یکی بود یکی نبود در بیاد، ما این مجله عالم نسوان رو داریم که یه تیکه هم حالا از اون خونده میشه. اگر دوستان لطف کنن یه تیکه از علی عمو هست، دوستمون میخونه، بعدم یه تیکه از عالم نسوان که هر دوتا به نظر من بچه داستانی قوی داره. یک روز، دو روز، 10 روز، 20 روز، 3 ماه روزگار، شب رفتم، روز رفتم، هر وقت رفتم گفتند آقا خلوت کرده است. دیدم حلماله پول نمی دهد. بدتر از همه رو هم نشان نمی دهد. اگر جن را می شود دید آقا را هم می شود دید. هر سوال و جواب با قابچی بکنی غیر از این جواب نمی دهد که آقا خلوت کرده است. چه کنیم؟ چطوری 9 قران پول خربزه را از آقا بگیریم؟ یک روز قبای بلند پوشیدم. شال خلیل خانی کمر بستم. عمامه شیر شکر به سر گذاشتم. عبای مشکی نازک را تا کرده زیر بغل گرفتم و رفتم به قابچی گفتم به آقا عرض کن حاجی با شما کار دارد. قابچی گفت آقا خلوت کرده است. روز دیگر یک کمرچین کوتاه پوشیدم و یک سرداری چین بلند بر روی آن و کمر نقره بستم و کلاه به قدر 2 انگشت به سر گذاشتم و ریش را مرچه‌ای کرده و سلانه سلانه روانه شدم. به قابچی گفتم خدمت آقا عرض کن که ارباب با شما کار دارد. گفت آقا خلوت کرده است. روز دیگر جلتقه و شلوار و بولیز پوشیدم و صورت را مثل کله پاچه پوست کنده تراشیدم. سبیل را چسماتک زده مثل 2 گوش اسب راست ایستاد. فکل و کرخمال قشنگ بلند بستم که گردن من راست مانده بود و چپ و راست نگاه نمی توانستم بکنم. عینک نخدار بر چشم و عصا زیر بغل تون تون روانه شدم. قابچی که از دور دید گفت موسیو از کجا تشریف می آورند؟ من اشاره کردم که فارسی نمیفهمم. فوری قابچی پیش افتاد و اشاره کرد که بیا. من از دنبال او روانه شدم. یک سر رفتیم به اتاقی که خانم هم آنجا بود. آقا برخاست و گفت بونژور موسیو. گفتم 9 قران را میخوام که در 6 ماه قبل خربوزه گرفتی. خانم گفت مرد شور از فرنگی هم نسیه گرفتی؟ گفت خانم این فرنگی نیست، این علی اموست که بلای جان ما شده. خانم گفت بشو قسالتی ریشه ببره. مسلمون قحط بود که از فرنگی نسیه گرفتی؟ حالا زود پول او را بده. آقا یک برات به مباشر نوشت. مقرب الحضره میرزا چراغ علی بیک مبلغ 9 قران بعد از وضع عشر در وجه علی امو کارسازی دارید. برات را گرفتم و رفتم 3 قران کرایه مال دادم. خدمت مباشر رسیدم. مباشر گفت چون از حشو موضوع ولی تحت باقی برگشت نکرده لذا 5 عشر موضوع می شود. الباقی 3 قران و 700 دینار در 8 قسط به شما کارسازی می شود. در حاشیه برات به صندوقدار حواله کرد. صندوقدار گفت چون پول موجود نیست اگر تنزیل کم بکنی نقدن 2 ریال داده می شود چنان که مرسوم است. لابد 2 ریال را گرفت. حالا جناب مدیر از پول کرایه 10 شایی کم دارم. این 10 شایی رو مرحمت کنید. مشخصه دیگه که عناصر داستانی درش هست. ما با شخصیت رو برو هستیم. شخصیت تحقیق قیافه میده و با اون اوج خود داستانی رو برو هستیم. با جزئیات رو برو هستیم و حالا به شکل تنظامیزه ولی به نظرم ویژگی داستان کوتاه داره که پیش از جمالزاده نوشته شده. اگر تونستیم کتابش رو پیدا کنیم بعد نیست. کتابش رو کم یه 20 سال پیش در اومد. یه بارم بیشتر چاپ نشد. به نام همین علی امو در اومده. حالا اگر لازم شد بعدم مشخصاتش میتونم بهتون بگم. مشخصات کتاب ایف اگر کتابو ندارید حکایات داستان‌های جالبی توش هست. مورد بعدی که در واقع عالم نسوانه. فکر کنم یکی دیگه از دوستان قرار بخونه. عالم نسوان تا مدت 6 ماه آنچه رمال و دعانویس و فالشی و چلنشین و جنگیر در این شهر بود رفتم و دیدم و آنچه گفتند کردم. چه دعاها که مخفی به خورد دخترم دادم و چه طلسم‌ها که دفع کردم و چه زعفران و مشک و عنبر و پوست آهو که خریدم و دادم. ابداً اثر نکرد بلکه روز به روز بدتر میشد. بالاخره بعضی گفتند حالا که دعا اثر نمی‌کند خوب است دوا بدهید. سوال کردم چه دوایی بدهم؟ گفتند هرچه حکیم بگوید. گفتم حکیم حاذق از کجا پیدا کنم؟ گفتند برو پیش آقای قدیم الحکما. سراغ خانه حکیم را گرفتند. گفتند نزدیک میدان کافروشا کوچه گاودارها نمره 19 خانه حکیم است. من هم سراغ به سراغ رفتم تا رسیدم در خانه حکیم. دیدم شخصی دم در ایستاده است. سوال کردم اینجا خانه کیست؟ گفت خانه دکتر. گفتم وای خاک عالم من عوضی آمدم. پرسید کجا را می‌خواهی؟ گفتم خانه حکیم باشی را می‌خواهم. گفت درست آمدی همینجاست. دیدم میزی در بالای اتاق گذاشته شده و چند صندلی در اطراف آن و مقداری شیشه در میان تاقچه، ولی از زیادی گرد و خاک معلوم نبود که شیشه ها پر است یا خالی. من بی اختیار گفتم آقای حکیم دکتر به فریادم برس، امروز اینجا فردا روز 50,000 سال سر پل سرات دامنت را میگیرم. گفت نبضت را ببینم. گفتم نبض من خوب است. گفت زبانت را درار. گفتم آقای حکیم دکتر من مریض نیستم، دخترم ناخوش است. من هم گزارشات را از اول تا آخر چنان که برای شما گفتم همچنان برای او بیان کردم. قدری فکر کرد و گفت خانم امراض بر 3 قسم هستند: مرض مصری، مرض ارثی و مرض ایجادی. مرض دختر شما مرضی است مصری که از مدرسه به او سرایت کرده است و من مکرر این مرض را معالجه کردم. دیدم درست میگوید. از وقتی که دختر شوقش به مدرسه زیاد شده بنای پرت و پلا گفتن را گذاشته است. گفتم آقای حکیم دکتر بفرمایید چگونه این مرض از مدرسه به متعلم سرایت می کند؟ گفت مختصرش این است که هوای مدرسه به واسطه تنفس داخل در ریه می گردد و به واسطه انقباض و انبساط فشار بر حجاب حاجز وارد می شود و پرده صفاق ورم می کند و فم معده حمله به جدار آن می کند تا حال متورم می شود و کول و بول از میان خون فرار می کند. خون وریدی داخل شریان و خون شریان داخل ورید می گردد. کیموس کار کیلوس و کیلوس کار کیموس را می کند و عروق ماساریقا ضعیف می شود و کلیه با مثانه اتصال پیدا می کند و جلد بدل به قشای داخلی و قشای داخلی مبدل به جلد می شود. عظام، لاغر و عضلات تحلیل می روند. دنده ها قضروف می گردند و جمجمه از جای خود حرکت می کند و فکه مانع اعمال کبد می شوند و دوران دم غیر منتظر می شود و قلب جای خود را تغییر می دهد و حرکات خود را فراموش می کند. گفتم آقا تو افلاطون زمانی. خب جالبه که این سال 1299 نوشته شده. اون موقع فکر کنم یک مجله فمینیستی در میومده تو ایران، مشخص هم هست دیگه. در واقع این درباره مدرسه است و اینکه در واقع یه جور میخواست آموزش بده به مثلا مادرها و خانواده که دخترها رو به مدرسه بفرستن. سال 1299 قصه هاش همش فمینیستیه. حدودا فکر کنم 11 تا قصه باقی مونده ازش. اینم حتی بازم نویسندش یک مرده ولی باعث مستعار یک زن می نوشته که بسیار قصه ها جذابه. اینا رو گفتم برای اینکه بگم که پیش از جمالزاده ما یه نشانه‌هایی از داستان کوتاه رو دیدیم دیگه. حالا مشخصاً توی این دوتا متنی که خوندیم، توی این دوتا نویسنده و یکی دیگه از مهمترین آدم‌ها هم دهخداست توی همون مجموع مقالات چرند. اینها رو اگه براتون تکراری بود واقعا ببخشید، ولی خواستم بگم که اگر ما با متن روبرو هستیم و میگیم این متن داستان نیست، داستان نشده یا در حد طرح باقی مونده یا شاعرانه است، زبان شاعرانه است یا از داستان فاصله گرفته یا هر در واقع دلیلی که داستان رو رد میکنن و میگن این داستان نیست یا داستان خوبی نیست، باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه. اگر به ذهنتون رجوع کنید و مرور کنید این حرفا رو، بازم به همون عناصر قصه میرسیم، به اون نمودار نمایشی میرسیم، به اون ترافلات میرسیم که اگر این اتفاق نیفته تو هر متنی واقعا متن داستان نیست. خیلی ها فکر میکنن که دارن داستان مینویسن در حالی که دارن حکایت میگن. حتما با این جملات شد بعضی داستانا روبرو شدید، میگن که مثلا آره رفتیم فلان جا، مثلا خیلی صحبت کردیم در مورد سیاست و عشق و نمیدونم فوتبال و این چیزا، خیلی هم خوش گذشت. خب این اصلا داستان نیست، این حکایته. به خاطر اینکه شما دارین یک مهمونی چند ساعته رو میخواین تو 2 خط خلاصش کنین در واقع بدون هیچ جزئیات. خب تو بعضی داستانا میبینیم که پر از در واقع جملات این گونه است که حکایت گونه است. از حکایت باید فاصله گرفت، از کلیگرایی باید فاصله گرفت، به اون اجزای در واقع داستان باید نزدیک شد تا اینکه داستان کوتاه اتفاق بیفته و الا داستان کوتاه نوشته نشد. ببخشید اگر براتون تکراری بود، ببخشید اگر زیاد صحبت کردم. اگر سوالی هست من در خدمتم. آقای صدر من خودم چند تا سوال دارم. اول چون پارتی بازی میخوام بکنم، میخوام اول خودم سوالامو مطرح بکنم. خیلی مشخصه که داستان کوتاه از غرب اومده و به هر حال پیش تازانش در غرب بودن و کسانی هم که در ایران شروع کردن تحت تاثیر ادبیات غرب بوده که با این پدیده به اصطلاح آشنا شدن و با این مضمون مدرنش در واقع. تعریف‌هایی هم که توی مثلا چیز کتاب‌های مختلف آدم می‌بینه در مورد داستان کوتاه، مثلا اونو با شعر مقایسه می‌کنن حتی، یعنی به خاطر موجز بودنشه. اینی که هر داستانی به هر حال نوشته بشه به خاطر طولش داستان کوتاه حساب نمیشه، همونجوری که شما فرمودین. مثلا پو مثلا میگه که باید داستان در یک نشست خونده بشه، یا مثلا فاکنر میگه که ازش میپرسن میگن که رمان نویس مثلا کی، میگه که رمان نویس ها کسایی بودن که اول میخواستن شاعر بشن، بعد دیدن خیلی سخته، بعد اومدن داستان کوتاه بنویسن، بعد دیدن اونم خیلی سخته، بعد رفتن رمان نویس شدن. یعنی یک پدیده مشکلیه و فقط کوتاه نوشتن به دای خیلی ها به داستان کوتاه بدل نمیشه. سوالی که من دارم اینه که آیا داستان کوتاه فقط فیکشنه یا نان فیکشن هم میتونه داستان باشه؟ چون داستان کوتاه شیوه بیانه دیگه، به هر حال شیوه نوشتنه، بنابراین میتونه هر دو باشه. به نظر من میتونه، یعنی سوال من اینه که آیا فیکشن فقط باید باشه یا نان فیکشن هم میتونه داستان کوتاه باشه؟ ببینید این چیزهایی که ما گفتیم در واقع مرور کردیم، در واقع این تعاریف داستان‌های در واقع میشه گفت که معمول و متداوله. الان خیلی کارا میکنن، الان در واقع ما تو دوره‌ای داریم به سر میبریم که ژانر دیگه معنی پیدا نمیکنه، ژانرها به هم ریختن، ما تداخل ژانرها رو داریم، به مرحله رسیده که اصلا میگن هر اثر خودش یک ژانره و این تعریف‌ها خیلی به هم ریخته. تو داستان‌های پست مدرن، این اشاره که شما می‌کنید، ما تو داستان‌های پست مدرن با چیزهایی روبرو میشیم که واقعاً در واقع فیکشن نیستن، نان فیکشنن، ولی در واقع اونها رو به عنوان داستان به تعریف در واقع پست مدرنشون در واقع به عنوان داستان چاپ میکنن، در حالی که به قول شما نان فیکشن هستن. خیلی دامنش وسیع میشه اگه بخوام بحث کنیم، فکر کنم یه جلسه خودش میطلبه، ولی این تمام این تعاریفی که گفتیم در واقع تعاریف اولیه برای داستان کوتاه و یه قوانینی داره که مال گذشته است و الان اگر چیزی نوشته میشه میتونه تمام این قوانین رو زیر پا بذاره. ولی من تمام بحثم سر این بود که اون چیزی که ما میگیم حکایت چه ویژگی داره، یا مثلا نمودار نمایشی چیه، یا عناصر داستان چیا هستن و الا توی تعاریف داستان‌های بعد از داستان مدرن، تو داستان پست مدرن ما اصلا با آثار عجیب غریبی روبرو هستیم. فکر کنم قبلا مثال زدم براتون، نویسنده‌ای دفترچه تلفنشو چاپ میکنه به عنوان مجموعه شعر، دفترچه تلفنشو. یعنی از این ترفندهایی که در واقع نان فیکشن که هیچی، اصلا دفترچه تلفن چاپ میشه، به خاطر اینکه در واقع شاید یک بخش اعتراضی داره، شاید یک بخش ساختار شکنانه داره، دلایل مختلف داره، ولی با تعریف‌هایی که الان ما دادیم سازگار نیست. این در واقع تعاریف من تا داستان‌های مدرن میتونه در واقع صدق باشه. بعد از اون واقعا هر کی داره کار متفاوتی میکنه. حالا در مورد مثلا مطلبی که به نظر من خیلی قابل بحثه اینه که خواننده در داستان کوتاه نقش داره، یعنی در واقع خواننده تکمیل کننده این چرخش و چرخه است در واقع. یعنی اگر اون فضا رو القا خوب بکنن و گره فهمونده بشه، شخصیت‌ها داده بشن، اونجا دیگه خواننده است که باید داستان رو به اصطلاح تکمیل بکنه. شاید اینم مثلا یک جهش و یک قدمی باشه در مورد تفاوتش با شعر یا مثلا داستان‌های حکایت و خاطره و مموار و تمام این چیزهای دیگه. نظرتون در مورد این چیه؟ یا واقعاً تکمیل کنندشه یا یه بخشی از جداست؟ اینم بحث مهمیه، به خاطر اینکه این بحث جدید نیست، این بحث طولانیه و ادامه هم خواهد. قبلا من گفتم ما با یه مثلثی روبرو هستیم، اثر، نویسنده و خواننده. گاهی اوقات تو هر دوره یکی از اینا اهمیتشون بیشتر میشه، یعنی گاهی اوقات وقتی اهمیت اثر بالا میره، ما در واقع داریم به تمام اجزای خود اثر ساختاری نگاه میکنیم، کاری به نویسنده یا مخاطب نداره. توی دوره‌ای در واقع مخاطب محور میشه، مخاطبه که مهمه. اون بحث تعویل متن پیش میاد که مخاطب تعویلش نسبت به یک متن چگونه است. شما یک متنی که نوشتی 10 تا مخاطب 10 تا تعویل متفاوت دارن ازش. بنابراین ما یه دوره مخاطب محور داشتیم. یه موقع هم هست دوره نویسنده محوره، یعنی اینکه اون این نویسنده‌ای که در واقع اینو نوشته بیشتر توجه به اونه. مثلا میگم توی دوره اگر صادق هدایت نویسنده بزرگیه، حالا اون در واقع هدایتی که مهمتره، ویژگی‌های نویسنده است که اهمیت داره تا خود داستان. این سه تا در واقع جا عوض کردن مدام، هیچ کدومش هم نمیتونیم بگیم کدوم در واقع صلاحیت بیشتری داره. ولی چه بخوام چه نخوایم تو هر دوره به یکی از اینها بیشتر اهمیت داده شده و نقد به اون سمت حرکت کرده، یا نویسنده یا اثر یا مخاطب. خیلی ممنون. من سوالم یه خورده در مورد این ویژگی‌های متمایز کننده بین قصه و داستان کوتاه بود که گفتین. مثالی که به ذهنم میاد گوگله که یه 3-4 تا قصه داشت، یاد اسمش رو یادم نمیاد، داستان دعوای بین 2 تا مزرعه دار تو ده بود که مثلا اون کاملا طولی بود روایتش. یا مثلا یه دونه سینت جانز ایو داشت که اون کاملا حکایت مانند بود و اگه درست یادم باشه یه درسی هم قشنگ آخرش میداد بهمون. این حالا یه خورده البته توضیح دادین در جواب علی جون، ولی اگه بشه یه خورده بیشتر. در واقع این یه طیفه، مثل خیلی چیزهای دیگه. ما با قطعیت نمیتونیم یه چیزی رو در واقع بگیم یا این است یا اون، با قطعیت نمیشه گفت. یه طیفه. ما گاهی اوقات نشانه هایی رو میبینیم از حکایت، نشانه هایی رو میبینیم از داستان کوتاه، ولی تو بررسی کلی و نهایی واقعا کار یک منتقد هم هست. یه منتقد میاد تمام این چیزها رو بررسی میکنه و میگه این در واقع حکایت یا داستانه. کار خیلی حرفه‌ایه، کار آکادمیکه واقعا. و این مثالی که زدی، ما داستان خطی با برش طولی داریم، ولی نگاه کن توی حکایت اساسش بر اونه. توی حکایت سعدی که خوندیم چه اتفاق افتاد؟ 20 و چند سال گذشت احتمالاً تو 6 خط. تو کار گوگل اینطور نیست. ما توی پلاتی که مثال زدیم، ما گاهی اوقات هستن این چیزای خطی و اساس زمانی کنار هم قرار میگیرن، ولی رابطه علت و معلولی هم دارن. خب شما با یکی دعوا میکنی، بعد فلان اتفاق میفته، بعد اون میاد در خونتون، بعد بازم این خطیه ولی همچنان رابطه علت و معلولی هم داره. اینم هست. اشاره‌ای که من کردم اینه که ما گاهی اوقات ناخودآگاه در واقع حکایت نویسیم، اینا رو بر اساس رابطه علت و معلولی کنار هم نمیچینیم، کنار هم میشیم چون علاوه زمانی کنار هم قرار میگیرن. اینا اونها حکایت، بعدم مجموعه این هاست که داستانو میسازه. حالا فقط برش طولی یا عرضی نبود، گفتم نمودار نمایشی اهمیت پیدا میکنه و عناصر داستان. حالا بچه‌ها گاهی شوخی میکنن، من همیشه میگم مهمترین چیز در داستان کوتاه معاصر استفاده از نظرگاه. شما توی حکایت و اینا اصلا نظرگاه نمیبینید، یا اگه نظرگاه هست بسیار کلی و محدود یا واقعا نادیده گرفته میشه. شما یه حکایت رو میخونید اصلا نمیدونید راوی کیه، راوی کجاست. همین داستان جمالزاده رو که خوندیم، همین تکهش رو در واقع شما نگاه کنید، راوی رفته یه جایی قایم شده، از یه زاویه تو تاریکی داره نگاه میکنه جنازه‌ای که رو برف افتاده و یه سایه‌ای که میاد بالا سر اون. ما از زاویه محدود داریم اون رو سر روایت میکنیم. این یعنی در واقع ما به داستان کوتاه نزدیک شدیم. این خیلی فرق میکنه که حکیمی بود، اون را 2 پسر بود، نمیدونم فلان، میدونید یه چیز کلی که میخوام روایت کنم. این هاست که در واقع ما رو به سمت داستان کوتاه میبره. جمله‌مو تکرار میکنم، یک طیفه، با این حال مرز مشخصی نمیشه کشید. ممنونم از وقتی که گذاشتین برای ما آقای آبکنار. بفرمایید نمایشنامه نویسی اول اومده یا داستان نویسی، داستان کوتاه نویسی؟ چون توضیحاتتون فرمودین باید یک ستایی باشه، کاراکترها جا داشته باشن، منو برد به طرف نمایشنامه نویسی. ما جالبه که پیش از اینکه ما داستان کوتاه داشته باشیم یا رمان به تعریف امروزی داشته باشیم، ما از 1205 50 یا حتی یه خورده قبلتر از اون ما نمایشنامه داریم. میرزا آقا تبریزی و فتحعلی آخوندزاده نمایشنامه می نوشتن. ما در واقع انگار شروع ما با نمایشنامه و خاطره نویسی و رمانس بوده و انواع حکایت‌ها. 50 سال پیش از جمالزاده ما نمایشنامه نویسی داشتیم. اون کتابی که من در واقع تو فرهنگستان در آوردم یک فهرستی داره، حالا من بخوام اسم بیارم، میرزا آقا تبریزی که 4 تئاتر رو نوشته، فتحعلی آخوندزاده تمثیلات رو نوشته، بعد میرزا محمد علی نقیب الممالکی که امیرانصارا نوشته که این رمانس در واقع و چیزای از این دست. و خیلی جالبه اگر بدونید که اولین در واقع رمان که نه به تعریف امروزی، چیزی که در واقع شبیه رمانس هستش، یک کتابی از ناصرالدین شاه به نام حکایت پیر و جوان ناصرالدین شاه نوشته. تیکایشو تو این کتابی که مثلا آوردم تو این کتاب، آره پیش از 1300 ما با متنای عجیب غریبی روبرو هستیم. حتی تو یکی از این متنا من متنی هست که علمی تخیلیه، باور نمی‌کنید، خیلی قدیم نوشته شده، متنای بی‌نظیری داریم تو اون دوران، ولی واقعا ما به تعریف امروزی رمان و داستان کوتاه نداشتیم. هرچی بوده رمانس بوده، داستان عاشقانه بوده، خاطره بوده. بعد نمایشنامه، اتفاقا تو نمایشنامه نویسی نمایشنامه قدرتمندی هم داریم. این مثالی که گفتم نمایشنامه‌اش بسیار خوندنی و جذاب، هم شخصیت پردازی داره، هم در واقع قصه بسیار جذابیه. و شاید باور نکنید توی دوره مشروطه، دوره قاجاریه، یک روزنامه‌ای در می اومد به نام تئاتر و تو اون روزنامه خب نمایشنامه چاپ می شده. و از این تعجب برانگیزتر اینه که در واقع اون صاحب امتیاز سردبیرش یک آخوند بوده و روزنامه‌ای در میاره که توش تئاتر چاپ میکنه، نمایشنامه چاپ میکنه پیش از 1300. شاید براتون عجیب باشه. حالا اینا تو چیزای تاریخیه که بعدا میشه بهش. خیلی ممنون از بحثی که کردین در تعریف داستان کوتاه. سوالم این بود که آیا داستان کوتاه هم خودش شاخه‌های مختلفی داره که مثلا تقسیم بندی بکنن داستان کوتاه رو؟ مثلا داستان قفس رو که میخوندم از صادق چوبک دیدم همه چی رو میشه مثل اینکه یه دوربین گذاشتن، فقط اون قفس رو داره میبینه و فقط اون رو توضیح میده. و خواستم مثلا پیش خودم گفتم شاید بشه اسم فریم ستوری گذاشت یا مثلا داستان تابلویی یا که فقط یه صحنه رو داره توضیح میده، یعنی مکان تغییر پیدا نمیکنه، جای فقط یه جایی رو داره توضیح میده. حالا سوال من این بود که اصلا این داستان قفس داستان کوتاه حساب میشه یا نه؟ سوال بعدی منم اینه که به احتمال زیاد چون رقابت‌های حتما تو داستان نویسی و اینا هست، از به اصطلاح از جهات مختلفی هم شاید این نویسنده‌ها بخوام با هم رقابت بکنن و اینا، اصلا میگم کوتاه‌ترین داستان کوتاه چند لغته، یعنی اونی که نوشته شده آیا اطلاعی دارین که مثلا چقدر کوتاه داستان کوتاه تا حالا نوشته شده؟ یعنی من انتهای صحبتام گفتم که اگه شاید اوایلش گفتم که اگه فرصت شد میشه درباره انواع داستان صحبت کرد. فکر می‌کنم برای بعضی بچه‌ها تکراری خواهد بود ولی میگم چون جواب این سوال بعد داد. ببینید وقتی حرف داستان کوتاه میزنیم بعداً انشعاب‌های زیادی داره، یعنی خیلی خیلی شاخه‌های متعددی پیدا میکنه. چیزی که ما در موردش صحبت میکنیم داستان کوتاهه که حالا بهش میگیم شورت استوری. ما شورت استوری هم داریم. اصطلاحش رو اینطور میگم به خاطر اینکه این اصطلاح خود غربی ها گذاشتن. شورت استوری داستان کوتاه، یعنی اینکه از این چیزی هم که هست کوتاه‌تر. ولی دقت کن وقتی میگیم شورت استوری باز تمام این ویژگی داستان رو باید داشته باشه. یا توی انواع داستان کوتاه ما میگیم داستان کوتاه مینیمال. وقتی میگیم مینیمال یا مینیمالیسم در واقع داریم اشاره میکنیم که داستان باز خیلی کوتاهه ولی توی مینیمالیسم ایجازه که اهمیت داره، یعنی هر چیزی که اضافه است زده میشه، هر چیزی که اضافه است هست میشه. بنابراین مینیمالیسم هم یه بخشی از اونه. ما یه سری داستان‌های دیگه داریم، مثلا توی این انواع فلش فیکشن داریم. فلش فیکشن حالا تعریفش رو در واقع با نمونه باید در واقع بررسی کنیم. میتونم حتی خلاصه از قصه های اینجوری هم براتون تعریف کنم. فلش فیکشن داریم، ما سادن فیکشن داریم، داستانهایی که پایانش غافلگیر کننده است. اون فلش فیکشن داستانیه که برق آنی داره، داستانه برق آسا ترجمه شده. یا مثلا وقتی میگیم سادن فیکشن، داستانی که انتهاش در واقع غافلگیر کننده است، همه چی تا خط تا آخر پاراگراف آخر یه جور دیگه داره حرکت میکنه، آخرش که بدلی میخوریم میفهمیم که قضیه یه چیز دیگه است. ما مینت استوری داریم. مینت استوری این داستان ریزه ترجمه شده، داستانه خیلی خیلی کوتاه اون هستش، اینقدر تقسیم بندی زیاده که باور نکردنیه. حتی فست فود فیکشن داریم، داستانه سرپاییه در واقع، سری میخوری میدی. داستان فست فود داریم که فست فود فیکشن بهش میگن. پان فیکشن میگن، داستان کف دستی هستن، این به اندازه کف دست نوشته میشه. بعد و یه تقسیم بندی دیگه هم هست بر اساس کلمه است که داستان‌های 55 کلمه‌ای معروف‌ترینشه که داستان 55 کلمه‌ای هر 48 کلمه‌ای هست. اینا عددام دلیل خاصی نداره احتمالاً و این تقسیم بندی همینجوری داره گسترش پیدا میکنه. من خودم کوتاه‌ترین داستانی که شنیدم که در واقع دیگه اینو شاید نگیم داستان کوتاه، دیگه نمیشه گفت داستان کوتاه، اینم بگم اینجا تو پرانتز، از یه جایی به بعد در واقع فقط در واقع اون قصهش باقی میمونه، ما نمودار نمایشی رو از دست میدیم. عناصر داستان یا کمرنگ میشن یا بعضیاش هست میشه. واقعا میرسیم به چند خط داستانی، 55 کلمه، یا میرسیم واقعا به یه جمله و اینا دیگه بهشون نمیگیم داستان کوتاه. هرچند که از داستان کوتاه منشعب شدن، ولی دیگه یه خورده گاهی به لطیفه و طنز نزدیک میشن، خیلی داشت مفرح هم فقط یه بار میخونی. من دارم به حافظه رجوع میکنم، ولی فکر کنم کوتاه‌ترین داستانی که از همینگوی هست، این چیزی که شما خواستی اینه که میگه چشم که باز کرد خرس بالا سرش بود، یه همچین چیزی. اگه میگم به حافظه دارم رجوع میکنم، اگه کسی این داستانو میدونه بگه. همین یه خطه، انگار یه شکارچی بوده قش کرده، حالا به هوش که میاد فقط خرس رو میبینه که بالا سرشه. یعنی شما بقیه قصه رو میتونید بسازید. من خودم یادم میاد توی جشنواره‌ای تو ایران، من با یه در واقع همین داستانهای چند کلمه‌ای، اسم چند کلمه‌ای هم شاید جالب باشه براتون، با این برخورد کردم. این داستانی که اونجا جایزه اول گرفت خیلی داستان خیلی جالب بود. این بود یادم میاد، میگه و ترکش حرکت کرد و مرد مرد. یه کسی که ترکش تو سرشه، میدین ترکش اگه حرکت کنه طرف، و ترکش حرکت کرد و مرد مرد. و همین کوتاهی بود. این جایزه اول گرفت، به نظرم خب خیلی جذاب بود. از این نمونه ها ما زیاد داریم توی تقسیم بندی ها و یه خوردم یه جای دیگه بیدر پیکر میشه. داستان های 40 کلمه‌ای و 50 کلمه‌ای و 100 کلمه‌ای جشنواره‌های راه میفته، جایزه‌ای میذارن. این از این تقسیم بندی. ولی معیار ما اینه، اونجایی که در واقع ما تکرار میکنم، ما نمودار نمایشی داریم، یعنی ساختار نمایشی داریم و با پلات سر کار داریم و عناصر قصه درش دخیل هستن، ما داستان کوتاه باش روبرو هستیم. در غیر این صورت دیگه به اونا نمیشه گفت داستان کوتاه. حالا هر اسمی که میخواد روش گذاشته بشه، یا عناصر داستان کمرنگ شدن یا حذف شدن، دیگه به اونها داستان کوتاه نمیگیم. و انواع اسامی که هست، چند تا نمونه هم هست که حالا اگر شد مثلا من میتونم خلاصه‌شو براتون بگم یا یه تیکه‌شو براتون بعداً بخونم. بی‌نهایت ممنون. 1 ساعت و نیم بیشتر شده ما هستیم و آقای آبکنار بی‌نهایت متشکریم از حضورتون. اگه اجازه بدین مرخص بشیم همگی، سالم و خوش باشیم.